با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 29 ماه سپتامبر و 7 ماه مه. بقیهش هم به درد ما نمیخوره. بهتون عرض کنم روزهای دوشنبه در خدمت شما مباحث مختلف مطرح میکنیم. بعضی دروغ ها در این کتاب ها هست، اینا بر در واقع رویا روی شویم، برای شما میگویم به چه دلیل مغالطه است و دروغ است. بله، امروز مطالب متنوع هست خدمتون خواهیم گفت و چنانچه وقت باشد از مغازی تاریخ جنگ های حضرت پیغمبر رو باز میکنیم و بخشی در باب تقسیم غنایم، در واقع سوره بسیار شریفه انفال. انفال یعنی تقسیم دزدی. آقا تقسیم دزدی مال مردم، این واقعا حیرت انگیزه. این حیرت. حالا اجازه بدید من از گاتهای زرتشت یک سرود برای شما بخوانم، بعد یک غزل از سعدی بخوانم، بعد برویم سراغ اینجور داستانها ببینیم چه خبر است. سرود 44 بند 7. این عرض کنم که سخنان یه چیزی بین، نمیدونم هنوز کسی تاریخ صحیحی نتوانسته است برای تولد زرتشت بیان کند. مرحوم نفیسی بین 750-800 تا 1200 سال قبل از میلاد رو حدس میزنند. استاد سعید نفیسی من تا 6000 سال هم دیدم در کتب مختلف. باری خدمتتون میخونم سرود 44 بند 7. ای هستی بخش یکتا، پرسشی از تو دارم. ببینید فیلسوف سوال میکنه، زورگو دیکته میکنه. من دیشب با خدا حرف میزدم، نماینده خدا هستم روی زمین. شما یا با من موافقی، هرچی زور من میگم قبول میکنی، یا خلاصه سرت میبرم، بنیانگذار داعشم. ببینید ما دوچاری چه بدبختی و نکبتی هستیم در منطقه بابت این فسادی که 1400-500 سال روی کره زمین بلند شده و دنیا رو دوچار آدم کشی و خشونت کرده و هنوز ادامه دارد. و خدا میداند تا کی مردم بایستی برای قوانین مدینه سرشان بریده شود. اینا اسلامیای واقعی هستن، این طالبان و این داعشی ها. چون نیک بنگریم اصل اسلام دست این هاست، چون مایه اصلی اسلام خونریزی و جهاد هست و از این حرف ها. گوش کنید به سخنان زرتشت. پیغمبر ایرانی، ذهنیت ایرانی، هر شبت که در جغرافی ایران برای مردم ایران این سخنان رو میگوید. هیچ گونه دستوری صادر نمی کند، پشتش هم گرز نمیدن چماق نکیلومون کرد این حرفا. ای هستی بخش یکتا، پرسشی از تو دارم، و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه کسی ایمان به خدا و نیروی خدمت به برادران نوعی را در ما پدید آورد؟ سوالی. چه کسی از روی خرد و فرزانگی احترام و محبت پدر را در دل فرزند نهاد؟ ای مزدا، من میکوشم تا در پرتو خرد پاک تو را آفریننده همه چیز بدانم. اول سؤال رو مطرح میکنه، بعد میگوید که من میکوشم تا در پرتو خرد پاک تو را آفریننده همه چیز بدانم. چهار تا دیوانه دوز از اون سوی بیابان ها آمدن به ما توحید یاد بدهن. داستانیست. خب از سعدی بزرگ قرار است ما هر باری مطلبی بخوانیم. یک غزل باز کردم اینجا، غزل بلندی است.
مشتاقی و صبوری از حد گذشت ما را، گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را. باری به چشم احسان در حال ما نظر کن، که از خان پادشاهان راحت بود گدا را. سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت، حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را. من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم، کاسایشی نباشد بی دوستان بقا را. چون تشنه جان سپردن اونگه چه سود دارد، آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را. حال نیازمندی در وصف می نیاید، اونگه که بازگردی گویی ماجرا را. بازآ و جان شیرین از من ستان به خدمت، دیگر چه برد باشد درویش بی نوا را. یارب تو آشنا را مهلت ده و سلامت، چندان که باز بیند دیدار آشنا را. عرض کنم که خواجه حافظ بزرگ در بسیاری غزلها به دیوان شیخ نظر دارد. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینی دیدار آشنا را. اینن یادآور همون غزل است. یارب تا آشنا را مهلت ده و سلامت، چندون که باز بیند دیدار آشنا را. نه ملک پادشاه را، نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان، نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان. وقعی است ای برادر نه زهد پارسا را. ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی، تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را. به به سعدی، قلم به سختی رفته است و نیک بختی، پس هرچه پیشت آید گردن بنه قضا را. بله، ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی، تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را. یعنی مبتلا یعنی برقع را از روی لیلی اگر کسی می کشید و زیبایی کم نظیر لیلی یا لیلا آشکار می شد، تا مدعی دیگه مدعی نمی ماند، در واقع نفت بکند عشق مجنون را. خیلی خوب، این هم از شیخ اجل سعدی، از کسرت استفاده سالیان از هم داره میپاشه. خدمت شما عرض کنم که برادران هندی ما، پسر عمو هستیم، میدونید که یک شاهکاری در کار تکنولوژی کردن که کمتر کسی کرده است. یعنی کاری که هندی ها کردن، آمریکایی ها با شکست مواجه شدن، بعد پیروز شدن. البته روس ها چندین بار شکست خوردن قبل از اینکه بتوانند به انجام برسانند. چینی ها، ژاپنی ها شکست خوردن. شکست خوردن یعنی که پروژهشون انجام نشد و سفینهشون جا منفجر شد و در فضا گم شد. هندوستان تنها کشوری بوده است در آسیا و در کنار اتحادیه اروپا که برای اولین بار که موشک رو به مقصد مریخ فرستادن بدون خطا، بعد از طی قریب 475 میلیون کیلومتر در مدار عرض کنم که مریخ قرار گرفت. این یک شاهکار بوده است، دنیا رو به حیرت واداشته است که یک کشور فقیر مثل هندوستان
چگونه توانستی چنین کاری را انجام بدهد؟ این برای هند گذشته از پرستیجی که بزرگترین دموکراسی جهان بودن دارد، پرستیج بین‌المللی جدیدی برای هندوستان کسب کرد، بسیار حیرت انگیز بوده و عرض می شود که مأموریت خیلی پیچیده ای البته ندارد برای اینکه کشف کند آیا متان بر سطح کره مریخ هست یا نه، در حال گردش است و آمریکایی هم اونجا هستن. 7 سفینه بر گرد مریخ در حال گردش هست اونجا هستن، 5 تاش در حال گردش، 2 تا اونجا نشسته، 2 تا ماشین آمریکایی پیاده کردن اونجا که مرتب داره خاک رو تجزیه میکنه و موادش رو گزارش میکنه. این یک شاهکار بزرگ بوده واقعا. اینا که طب و صادق نداشتن چطور شد اینا تا نظرم چی کاری بکنن و ما نمیتوانیم؟ آقا بیل درست حسابی ما ندیدیم. یک نقدار زمانی که آخوند انجینیرینگ یعنی یه جنس آلمانی بخریم بعد پارتاش در بیاریم بدیم CNC کنن، این صنعت ما بوده. خلاصه مطلب و هند همه این کارها از برکت دموکراسی است، همه این کارها از برکت دموکراسی است. هندوستان محل علمای بزرگ بوده است، حالا نامشون من یادم نیست، برندگان نوبل در رشته های علوم، یه چاندراشکر یادم هست یا چاندراشکرا یا همچی چیزی اسمی دارد که چاندراشکر لیمیت و چند معادلات ریاضی مشهور دیگر به نام های هندی هاست و این چاندراشکر اسمش ما هیچون نتونم چیز کنم، این آقا در رشته نجوم و فیزیک برنده نوبل شد. بعد از چندی سال ایشون با قایق، و داستانش خیلی زیباست، داستان زندگی این مرد منجم و فیزیکدان، یه لیمیتی برای خورشید معلوم میکنه، یک روز در بابش صحبت میکنه. این کره مریخ که حافظ میفرماید به رغم زهره چنگی و مریخ سلحشورش، این رو از یونانیا گرفتیم ما، چون یونانی ها به واسطه سرخ بودن سطح مریخ که به واسطه وجود اکسید آهن هست، اکسید فررو و فریک یعنی آهن 2 ظرفیتی و آهن 3 ظرفیتی سرخه، سطحش سرخه، بنابراین اون رو چیز جنگ، سمبل جنگ میدانستن. و رغم زهره چنگی و مریخ سلحشورش، زهره چنگی هم اینا از اصحاب فیثاغورس است، از فیثاغورس است که براتون صحبت کردم پیش از این، اما مریخ ستاره جنگی این است که در حد لایف زندگی میکنن، یعنی در اون جایی که نور خورشید به قدر کافی هست که بتواند زندگی باشد. حد زندگی در واقع یک حدی است نزدیک به ستاره، دورتر از اون به واسطه سرما میسر نیست، نزدیکتر از اون به واسطه گرما میسر نیست، یک حد معتدلی هست که مریخ در اون حد هست. نزدیکترین فاصلهش به زمین حدود 56 میلیون کیلومتر یا مایل و دورترین 470 میلیون از چین، هر دو حرکت میکنن میدونی به طور بیضی بر اطراف خورشید. بنابراین این سفینه هندی حدود 475 میلیون مایل رو طی کرد تا رسید به در مدار مریخ قرار گرفت بدون غلط. مریخ درش آب بوده، در 2 قطبینش یخ هست و این خیلی خیلی مهم هست و احتمالاً برای آینده بشر یک جایی است برای زندگی و پروژه ها از همین اکنون آغاز شده است، به جهت اینکه خورشید ما خورشیدی است که بعد از تمام شدن ذخایر هیدروژن شروع میکند به بزرگ شدن و تبدیل میشود به رد جاینت. این رد جاینت در واقع زمین رو در خودش فرو میبرد و گویا به مریخ نمیرسد. این است که از همین امروز کسانی هستن که مشغول مطالعات هستن برای اینکه مریخ رو جایی بکنن برای زندگی
داستان ها هست، تئوری های بسیار هست، کاشت بعضی گیاهان هست در اونجا، ایجاد دود و پلوشن هست که سطح کره گرمتر بشود، چون از مریخ ما نگاه میکنیم خورشید رو خیلی کوچک ببینیم، مثل زمین نیست، چون ما قریب 56 در نزدیکترین فاصله با زمین قریب 56 میلیون مایل اون طرفتر هستیم، خورشید خیلی کوچک است، حرارت کم میرسه، اما هنوز اونقدر هست که بشود زندگی کرد، البته با سرمایه زیاد. و مطالعات بر روی مریخ آغاز شده است، یخی و آبرفت ها دارد، پیداست که در روزی میگویند دانشمندان رودخانه ها جریان داشته است، اما به جهت اینکه میدان در واقع الکترومغناطیسی رو از دست داده، چون زمین مثل دینام میماند، دینام داخلش آهن مذاب هست، میچرخه، ایجاد میدان در واقع مغناطیسی میکند، این الکترومغناطیک فیلدی که ایجاد میکنه یک سپری است برای حفاظت از زمین، یعنی وقتی این طوفان‌های خورشیدی میوزد و از کنار زمین میخواد عبور بکند، این میدان مغناطیسی محافظت میکند از آبها و از هوا، اما اگر که زمین سرد بشود، این میدان مغناطیسی که در قطب شمال به خصوص قابل رؤیت هست، این از بین میرود. بنابراین اولین طوفان خورشیدی که عبور بکند از کنار ما، هوای زمین رفته است و آبها هم بخار خواهد شد و زندگی برخواهد افتاد. میگویند چنین شده است در مریخ، سرد شده است و میدان همون الکترومغناطیسی خودش را از دست داده و بر اثر همین بادهای خورشیدی، چون بعض اوقات خورشید طوفان‌های از خودش رها میکنه که اینا از کنار ما رد میشود، این است که آبها بخار شده، هوا از بین رفته، اما اون که یخ بوده و جامد بوده و سالک بوده در دو قطب مریخ برجاست. اگر امام جعفر صادق یاری بکنند، ما هم یک روزی انشالله میرویم. ماشالله هنری که کردن، یه سیخکی درست کردن، رفته بالا سیخکی، برگشت پایین سیخکی، بله، یه ما لوله حلبی هم ساختن، اینها سوار این اتومبیل ها، اینا هم از کره ها و پاکستانی ها دزدیدن، سرهم کردن برای ایجاد وحشت در دل مردم ایران. بله، این هم تکنولوژی آخوندست. درود بر مردم هندوستان، درود بر مردم آزاد هندوستان. هندوستان مایه افتخار دنیاست، بارها خدمت شما عرض کردم، از روسیه تا چین سفره فساد و جنایت گسترده است و هندوستان تنها کشوری است که میشود گفت نمونه اخلاق انسانی است، البته بی‌عیب نیست اما بی نظیر هستی به واسطه فرهنگ انسانی هند است. این ملائین 33 میلیون خدا هم دارن، اینا کفارن آقا، کفار، ما بس بریزیم سر اینها رو ببریم. ما مسلمانان پاکیزه، همیشه مسلمانان پاکیزه، هزار سال سر هندی ها رو میبریدن، هزار سال، بعدم نمیدونم چند قرن اونجا اینا حکومت کردن، هر رو شمشیر که آقا بیایم مسلمون شین نشدن، اگر شده بودن مثل پاکستان بودن دیگه. این اسلام، چرچیل میگوید هیچ نیروی مانند اسلام عقب نگه دارنده نیست برای جامعه، بزرگترین سنگ در واقع سنگیست بر سر راه پیشرفت اسلام عزیز. خب نگاه کنید پاکستان، خب پاکستان هند دیگه، پاکستانی نبوده که، این یک کیس استادی خیلی خوبیه به قولی امریکایی ها. یه مملکت یه دیوار گذاشتن، مسلموناش این طرف، هندوها اون طرف، نگاه کنید به وضع پاکستان، از یعنی حیرت انگیز این اسلام در واقع در عقب نگه داشتن و در بیگانه کردن انسان با خودش، با شخصیتش و با گردن ترازیش و با بزرگواریش، خالی میشه انسان، خالی میشه، جاش چی میگیره؟ نمیش تیرگی و موهومات. وقتی شما 5 بار در روز به اون حالت افتادید و مثل بدبختای بیچاره
سگان درگاه هی سرت به زمین مالیدی و پشتت به هوا کردین، چیزی باقی نمیمونه آقا. خب میخوام که یک تسلیتی بگم به دوست عزیزم آقای محمد صادقی و خانومشون شهلا خانم، به واسطه در واقع تراژدی که در فامیلی داشتن. یکی از بچه های ایران که سالها در زندان بود و شکنجه دیده بود، اینها از خیشان در واقع برادر خانم آقای صادقیه بودن، ناگهان دچار سرطان شدن و بعد حالشون میپرسیدم، بودن رو به بهبود هست، ناگهان اتفاقاتی در بدن افتاد و فوت شدن. من به آقای صادقیه و شهلا خانم خانمشون تسلیت عرض میکنم و سایر دوستان و افراد فامیل و محبان ایشان. خب این از داستان هندوستان و قضیه مریخ. چینی ها دچار شکست شدن، ژاپنی ها هم برای فرستن دنبال شکست شدن، روس ها به دفعات برای فرستادن موشک به مریخ دچار مشکل شدن که بعد البته فرستادن. آمریکایی ها چند بار دچار اشتباه شدن، یک بارش هم خنده آور است به خاطر این خطا در تبدیل، عرض کنم که معیارهای بین المللی متریک به اینچ، یه موشکشون معلوم نشد چی شد، اما سرانجام فرستادن. هزینه ای که و اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا و هند، اینها تنها دو عرض کنم که جا هستن که به همون سعی اول موشک رو در دور مریخ گذاشتن اینها، و هزینه ای که هندوستان متحمل شده است قریب 80 میلیون دلار است، آمریکا برای فرستادن هر کدوم از اینا قریب 700 یا 800 میلیون دلار خرج میکند. البته پیلود این موشک کوچک بوده، حدود 46 پوند بوده، پیلود آمریکایی خیلی بیشتر بوده، سنگین تر بوده، مخارج بیشتری میخواسته، اما هر آینه یه پرستیجی بود برای هند، چون در موضوع پروداکشن هند نام خیلی خوبی نداره. مخصوصی هند داره سعی میکند که از این استفاده اقتصادی بکند و این خب البته خیلی خوب هست. از این که بگذاریم، یک سریال دیدم، یه کانالی هست در اروپا، کانال گوگوش مشهوره، حالا من نمیدونم اسم واقعیش چیه، کانال گوگوش یک چیزی درست کرده از اوضاع احوال سابق و چگونگی انقلاب. دو تا از اینها رو من دیدم، خوب ساخته، 70%، 30% مالکشی البته هست، پنهان کردن حقایق البته هست. اینها برخواسته از اینا که محقق نیستن، که اینها یه چیزهایی رو دنبال میکنن، اینها رو میگوین کارکنان چسب و قیچی. بنده میتوانم از آقا محمد خان قاجار مثلا فرض کن، یا پادشاهی آقا محمد خان قاجار یه چیزی بسازم، شما فکر کنید عیسی مسیح بوده؟ بله، اون همون گوگوشه. خدمتتون عرض کنم که این است که چسب و قیچی، یعنی شما نگاه میکنید به این تیف، یه قیچی دستتون هست، یه مقداری چسب، میگید این تیکش رو میندازیم دور، اینجا رو به اینجا چسب میکنیم، این تیکش هم قیچی میکنیم، چسب میکنیم، میشیم مورخ مثلا، مثل کتابهایی که مینویسن. اینا مورخ چسب و قیچی هست، اینجا هم چسب و قیچی بود. یه نمونهش خدمتتون عرض میکنم، وقتی تهران نشون میداد در روزگار سابق که چنین بود و چنان بود و اینا، خب این تهرانی بوده، خیابونه نمیدونم کریم خان زن داشته، بالای شهر داشته، ونک داشته، حلبی آباد هم داشته، تو حلبی آباد داشته چیکار کردی؟ خوردی بابا؟ و بعد این دروغ شاخدار که ایران به وضعی ثروتمند شده بود که
کشورهای اروپایی، این عبارت اون آقاست، از ایران آمدن وام گرفتن. نه پدر، کجا هستی؟ خوابی پدر جان؟ باج میداد شاه سابق در اون روزی که این پولی که شما اشاره کردین که 1 بیلیون داد به انگلیس، 1 بیلیون به فرانسه، و بعد آمد 150 میلیون دلار به انور سادات بود داد برای سد اصفهان. اینها بنده فیلمش رو دیدم، اگر بگردم من پیدا میکنم. خبرنگارا گفتن آقا شما یک کشور بیچاره هستین، مردمتون بیچارن، اقتصادتون ورشکسته است، این چه پولیس میدهید؟ فرمودن ما موظفیم جلوی کمونیست رو بگیریم. اون 1 بیلیون دلار هم که میدن، دولت انگلیس که خواستار قرض نشد از ایران، دولت فرانسه که نیامد قرض بکند. اون زمانی که شما در جوشتری صحبت میکنید دوست محترم، فیلم ساز درآمد سرانه ایرانی 800 دلار بوده، همون زمان درآمد فرانسوی حدود 30,000 دلار بوده و انگلیسی. این که کشورهای اروپایی برای گرفتن، نه، باج میداد ایشون به اینها. و خونه لیلان داد چیز نجات داد، عرض میشود که از ورشکستگی. خود ایشان داوطلب بودن که پول بدهن، اونم به بخشای خصوصی میدادن. دولت فرانسه نیامد اپلیکیشن لون بذاره اونجا از ایران قرض بگیره، نمیدونم اینا، به جایی نمیرسید برای این کشورهای پرخرجی اونطوری. این است که این دروغای شاخدار به درد عمه میخورد. پدر جان، حقایق امور چیز دیگری است. گفتن که آقا این پولها رو برای چی میدهی؟ فرمودن که ما وظیفه داریم جلو کمونیسم رو در جهان بگیریم. علم میگوید این مردی که از افغانستان اومد، یه آقای اومده بود، هم هیرمند رو برد، هم 150 میلیون دلار پول نقد برد، چون گفت توده یا جمع شدن در افغانستان برای منطقه خطر دارد، پول بدهید ما با اینا مبارزه کنیم. اینها حقایق امور چیز دیگری است پدر جان. این داستان این نیست که شما هر چی دلتون بخواد بگویید و خورد مردم بدید. بعد اونجایی که نمیخواهد چیکار میکنه؟ قیچی میکنه بلافاصله. خب اینا که نشون میده حقایق اموره، اما اینا بخشی از حقایقه، بخشی از حقایقه. حالا من ندیدم، حالا وقتی که از این تلویزیون گوگوش چیزشو کردم بقیهش هم یه اسم دیگه داره، البته من یادم رفت میگم تلویزیون گوگوش، چون گوگوش دائم اونجاست. شنیدم خود تلویزیون هم مطلقا تا الان ندیدم داستانش چی هست اینا، ببینن تلویزیون گوگوش. باری اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، برگردیم و مطلبی دیگر. الانفال، سوره شریفه الانفال. ما بچه بودیم گفتیم آقا این سوره شریفه الانفال، این شریفش حتما خیلی چیز شریفه، یه چیز روحانی و ربانی است این انفال. نمیدونم انفال یعنی چی. بعد فهمیدیم انفال یعنی تقسیم مال دزدی. باری این تلویزیون گوگوش، کسانی که کار میکنن اونجا پیداست که حواسشون جمع، بلدن چی کار کنن، یعنی طوری چیز میکنن که یعنی ما داریم حقایق امور را میگوییم. مردم خونجگر از دست این آدم خاران آخوند هم مثل تشنگان این چیزها رو میپذیرن، به آه میکشن و ناله میکنن و اینها، حتی بعض مطلعین هم به گمراهی میاندازن. خیلی هوشیارانه دراماتایز میکنن. آقا یک سیستمی بود ورشکست شد، چون ورشکست شد، ورشکست شد آقا، مثل سیستم های همه سیستم های پادشاهی یا حکومت های دیگر ورشکست میشن، ورشکستگان به تقصیر بودن دیگه، ورشکسته به تقصیر هیچ دفاعی نداره. همه ما آوارگان خودخواهی های اون رژیم ورشکسته هستیم، اینجا نشستیم از وطن دوری. سپه بوداش، ارتش بوداش در دیارهای قریب گمنام توی این وضعیت فقیر اینا مردن، همه اینها قربانیان نبود آزادی بود در مملکت و ابطال قانون اساسی بود. حالا شما بیا فیلم رنگی درست کن،
یه ورشکسته به تقصیر، دیگه به تقصیر ورشکسته شده آقا، خودشون هم اعتراف کردن دیگه. حالا شما دنبال چی میگردی؟ مردگان رو میخوای برگردونی؟ کلا به سر ایشون گذاشته بودن که این تانکای چیفتن بهترین تانکای دنیاست، قرازه ترین و گن ترین تانکی که تا حالا ساخته تانک چیفتنه. 7 بیلیون 8 بیلیون پول بیچاره ملت ایران رو عوض تانک چیفتن. با تیمسار حاضر اعظم که جنرال تانک هست، جنرال زرهی، میگو ما اینا رو از اهواز می آوردیم بیرون مانو بدیم می شکستن. با تانکای M60 جنگ دوم آمریکا اینا رو تو می کردیم، تو می کردیم بر می گردونیم پادگان بره تعمیر. گرفتاری شدیم آقا. شما بخوای به تاریخ خدمت کنی درست بگو، همه چیز رو بگو، میخوای کلاهبرداری بکنی تلویزیون گوگوشه میگن. در کلاهبرداری هم آدم باید صادق باشه، میگه آقا من طرفدار اون چنین رژیم هستم، این چیزا خوب هم بوده اینا رو میگم و بعدش هم نمیگم. خب عرض شود که در جنگ دوم وقتی که بمب اسکنا میرفتن بمباران کنن، یه نفر نشسته بود یه دوربین داشت، متخصص این بود، این دوربینه نگاه میکرد و میگفت حالا بندازش، بعد بمب رها میکرد. اینجوری بود وضعیت. بمب ها معمولا 1500 متر این اشتباه داشت به طور متوسط، بنابراین یه محلی رو میخواستن تخریب بکنن کارپت بامبی میکردن، یعنی انقدر بمب میریختن تا بالاخره دوتشن به اون هدف بخوره، چون این چیزی نبود که سیستم نبود. بعد در زمان جنگ ویتنام طوری که تاریخ اسلحه نشون میده اینا رسید به 150 متر، بعد لیزر که اختراع شد و اینا با استفاده از ستلایت و لیزر و اینا تقریبا به صفر رسونده شده است. و یک موضوع خیلی مهم، یعنی موضوعی که باعث شکست جنگ بریتانیا شد، بتل آف بریتن، اختراع رادار بود، اولین بار انگلیس‌ها به کار بردن و به محض اینکه آلمان‌ها حرکت می‌کردن این رادارها می‌گرفتن و نیروی هوایی انگلیس آماده می‌شد و پیروزی نصیب آلمان‌ها نشد در جنگ هوایی به واسطه رادار. بعد رادار رو آلمان‌ها هم کشف کردن. اینا رادار چگونه کار می‌کنه؟ رادار مقداری امواج الکترومغناطیسی می‌فرسته، این به اجسام برخورد میکنه، بر میگرده، بخشش بر میگرده، بنابراین رادار میتواند بداند که اون جسم در کجاست. هواپیماها ارسونم رادارگریز نبودند تا اینکه در روزگار آقای جیمی کارتر من یادم هست که اعلام کرد ما یک فرما ساختیم که چنان هست رادارگریز هست و بعضی از اونها هزینهشون هر یکی 2 بیلیون دلار بود. این فایتر بامبر ها هیچ کدوم رادار گریز نبودن، بهترین اینها F-15 ها بودند و F-14 و غیره و اینها، تا اینکه یک هواپیمای جدید ساخته شده است برای اولین بار فرستادن به منطقه به نام رپتر 22. این تواناترین هواپیما در نوع خودش هست، همه بمب‌ها و موشک‌ها پنهان هست که رادار نشان نده و بعد میتواند با سرعت 1.5 برابر صوت در فضل هوا در 30,000 پا هدف رو در 25 هدف متحرک رو بدون خطا قرار بده. رادار نمیگیره این هواپیما رو، سرعتش فوق‌العاده است، فلز مخصوص ساخته میشه و مدرن‌ترین در نوع خودش هست و میگوین کسی به این زودی قادر نخواهد بود چنین هواپیمایی بسازد. در آمریکا ساخته شده رپتر 22 و به خلیج فارس فرستاده شدن تا اونجا امتحان کنن. در واقع بسیار از سلاحاشون امریکایی‌ها در جنگ‌های
چند سال اخیر در خلیج فارس امتحان کردن رو سر مردم حالا یا هرچه. این هواپیمای رپتر 22 بله مافوق صوت حرکت میکنه، داستانهای زیادی داره، این همونی که احمدی نژاد ساخته بود یادتون هست، اون پلاستیکه چسبونده بود. بله با تقلب و دروغ آقا آدم به جایی نمیرسد، با تقلب و دروغ به جایی نمیرسد. اون چی میبینید شما پرواز رب ببینید، باز کرد مونکشکا و تشکیلاتش اون زیر به اگه جهتی بیرون باشد رادار تشخیص میده. حیرت انگیز هواپیماییست، هواپیمای جنگی آمریکایی رپتر 22. خب اجازه بدید از این هم عبور کنیم. خیلی ممنون. بله در واقع فردوسی میفرماید توانا بود هر که دانا بود. انگلیس ها میگویند knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. این قدرتمند شدن آمریکا به واسطه این از واسطه سیستم دموکراتیکش از روز اول اون آدم های عاقل گفتن ما بایستی راه رو باز بگذاریم برای کشورهای دیگر، آدم های برجسته که جده بیان اینجا و کار کنن و این کشور رو جلو ببرن. هر مغزی در دنیا، نمیگم حالا هر مغزی، اینا به طور متوسط سالی 200,000 هندی مغزهای درجه یک میآورن اینجا و هندوستان گفته است با وجود مرکز فضایی هند امروز و این توفیق بسیاری از دانشمندان ما برخواهند کرد. این است که این دموکراسی است که همیشه پیروزه در جنگ ها، همیشه دموکراسی جنگ رو بردن. این دموکراسی است که اقتصاد رو گسترش میده، این دموکراسی است که نیازهای مردم رو برآورده میکنه، این دموکراسی است که جامعه رو در حال تعادل نگه میداره، استبدادی جامعه رو رادیکالیزه میکنه و سرنوشت درستی هیچ موقع نداره. باری برویم سر سوره، یک آیه از سوره انفال لطفاً پخش کنید برای هموطن اول بشنوم ببینیم چه فرموده است. أسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم کافی صدا که آدم میشنوه روحش پرواز میکنه. برای ما بدبختای بیچارهی که تو سر ما زدن بکریم عربی از آسمان میاد. من مطمئن هستم 99% مردم ما متوجه نشن این آقا چی گفت. داره میگوید که در باب اموال مسروقه سوال شد، حالا اسمش غنیمته، انفال یعنی تقسیم اموال مسروقه، غنیمت. میگوید که سوال کردیم به شما میگوییم که این اموال مسروقه مال خدا و رسوله، شما بین خودتون صلح برقرار کنین و پرهیزگار باشین، از خدا و پیغمبر پیروی کنین. ای کسانی که مؤمن هستید و ایمان آوردید، یعنی خدا الله منتظر اموال مسروقه آدم های دیگه است، شریک دزدیه. این معنی این آیه شریف است. یه کسی دیگه بیاد آقا اینو ببینیم معنی کنه ببینیم چه میگه، کلام با کلام همینه که عرض میکنه. در جنگ بدر هم شده، این چه خدایی است که در مال دزدی دیگران هم شریکه؟
میگه بگویید، یعنی خدا داره میگه، خدا الله مدینه داره به پیغمبرش میگه به اینا بگو این اموال سرقت مال من و تو. اینا کلامات آسمانیه پدر، خودت مسخره کردی؟ دنبال چه معنویتی میگردی در این داستان؟ یک سوره الانفال، گسترشش بر تهاجم و سرقت بوده و هنوز هم هست. اینه که میبینید که داعش زن و زن و دختر مردم میبره مطابق قرآن داره میبره، نفت میدوزده و میفروشه ده غنیمت گرفته. خود آخوندهای ما گفتن ما این مملکت غنیمت گرفتیم. هیچ جوابی ندارم به این داستان بدن. به همین دلیل هم هست که گفتن هیچ کی حق نداره قرآن رو ترجمه کنه، چون وقتی ترجمه کنی ترجمه بشه معلوم میشه داستان چی هست. وقتی ترجمه شد برمیداری یارو میخونه، ژاپنی میخونه، اینگه ای عجب این چجور دینیه. ۱۴۰۰ سال که ما ایرانی ها البته نخوندیمش، یعنی دیدیم بزرگوارتر از اونیم که اینو بخونیم. یه تعدادی فضلای ما خوندن و تفسیر کردن و فلانی حرفا، همین که زیر بار عربی نرفتیم که عربی یاد بگیریم، به خاطری که یه چیز تهاجمی بود و زبان نیرومندی داشتیم، این موهبت رو نصیب ما کرد که نفهمیم این تو چی نوشته. خدا آخه خدای کهکشان ها 400 بلیونش تا حالا کش شده، نیازمند گیوه عمر ابن عبدالبر و شمشیر منبر ابن حلاج زندن حجاج و این دوزی های کثیفه که حالا اون شریک هم هست. تو بیا آقای شیخ آخوند، آقای ملای عمامه به سر، تو بیا برای ما بگو ببینیم این چه چیزیست. فرار میکنن، نمیان جلو که میکردم. در این فاصله دو تنفس آقای شجره زنگ زدن که باز برگشتن روی هاتبر. این هست که من سپهر عزیزم خواهش میکنم مشخصات این موج رو روی صفحه بگذارن، صفحه تلویزیون، تا هم وطنان ببینن که به دوستان و رفقا و آشنایان بگن، چون شکایت بسیار بود که آقا ما دیگه پیدا نمی کنیم و چنین و چنان و ستلایت گفتن دیش جدید می خواهید و برای ما خرج زیادی هست و اینا شکایت ها داشتن. این است که باز برگشته تلویزیون پارس روی هاتبرد، مشخصاتش را سپهر اعلام خواهد کرد، روی صفحه تلویزیون شما خواهید دید. خب یک آخوندی امام جمعه سخنرانی فرموده، ما میخواییم شما تماشا کنید و ببینید داستان از چه قرار است. هموطن گرامی خوب گوش کنید ببینید این مردک چه میگوید. که ما را آبرو منتر این جنگ بود که کشور ما را آباد کرد، این جنگ بود که ما را زنده کرد، این جنگ بود که ما را متحد کرد، این جنگ بود که نقش ولایت را، نقش امامت را در پیروزی ها، در حفظ نعمت ها برای ما تابی کرد. باش تا صبح دولتش بدمد که
جمعه است داره از برکات جنگ میگه. این جنگ بود که ما رو متحد کرد، این جنگ بود که ما رو متفق کرد، این جنگ بود. بله همینطوره که میفرمایید، این بنیانگذاران اسلام هم اگه شمشیر دست نمی گرفتن جمع کنن از اراذل الناس رو جمع کنن دور خودشون، بعد یکیش کشته بشه بشه شهید، بعد اون خانواده شهید دوباره بیان زیر پرچم ملحق بشن به دزدها، دوباره غارت کنن یه عده شهید، دوباره شهید در شهید، تشویق در تشویق برای گرفتن مال مردم و زن مردم و اصل مردم، تو توفیق حاصل نمی شد که. پدر جان راست میگی. حالا اون 500,000 بچه که تکه تکه شدن که مهم نیست برای حضرت عالی، مفخر گردن کلفت زالو که هزار بیشتر از 1000 سال است که کشاورز ایرانی کار میکنیم، تو مفخر میخوری و لاتائل میگی و جامعه رو در جهر نگه داشتی و امروز هم قدرت افتاده دست تو. ببینید ما کی هستیم و اون حکومتی حکومتی بوده که تو جانشین اون حکومتی. بعد میگوید همه کشورها رئیس جمهور دارن، همه کشورها پادشاه دارن، ما به برکت خدا و این داستان ولایت و محبت درش هست، عشق درش هست، نمچیشی درش هست، فلان هست. یعنی این که مهم نیست شما مردم ایران چی میگید، 120 ساله دارید کشته میدید و زندان زندان میدوید و تأخیر میشوید و توسری میخورید و تیربارانتون کردن و کشتن، این همه آدم تو مشروطه و در این دوره ها برای آزادی، اونا اصلا اهمیت نداره، این آقا مهمه، مفخوری این آقای فلان ابن فلان با اون امام کذا و کذاش برای اینا بوده. اساسا کوروش کبیر و امپراتوری ایران و هخامنشی و همه اینا اومدن که مملکت درست کنن برای این زالوها، بقیهش هش و زواهد بوده به درد نمیخوره، همش آمادگی بوده برای اینها و اجامر و اوباش و این شکم گنده ها که هیچ کدومشون واقعا آدم روش نمیشه بگه آقا این رجل سیاسیه، این یکی هم مثلا یک کسی هست در مملکت ما، هوشیاری و فرزانگی از ناصیه هیچ کدوم از اینا ساطع نیست، خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر نگاه کنید. حالا تو سر زنا میزنن مرتب این داستان حجاب و اینها و دراویش، حالا داستان دراویش هم قصه ای شده است. آقا یه مش آدم جمع میشن توی خانه خواه دیگه، از درویشی در ایران چیزی نمونده که دیگه، درویشی علی ابن ابی طالب و نمیدونم با اون خنجر رو داره دسته که دیگه درویشی نیست. آقا درویشی یک زمانی بود، زمان ابو سعید و اون بزرگان قرن چهارم و اینها، بقیهش دکانداری شد. حالا این دکانداری هم شما تحمل نمی کنید. علی گویم علی جویم نبود در درویشی که این داستان خشونت نبود در اونجا که اینا بیچاره ها زمان سطحی دیدن همه رو برانداختن، آقا همه رو خانقاه رو خراب کردن، یه عده که موندن زیر سایه رفتن زیر سایه مولا علی، در حالی که ذات عرفان علی و ولی سرش نمیشه که بابا جستجوگر ذاته، اون داره نمیدونم مستحیل در ذات خداوند علی و ولی و اینا اومدن گفتن آقا ما علی و ولی زدن و در دیوار که بمانن، یه صندوق چه چمدان تو خالی از تصوف باقی مانده در ایران. اینا 2000 نفر رفتن زنجیر زدن به دستشون، چون قبلا 450 نفرشون رفته بود، گویا 400 نفر که آقا یا ما رو بگیرید یا اونا رو آزادی. خب ما برای گرفتن ما 700-800,000 نفر در تهران داریم برای دستگیر کردن، خب شما رو هم دستگیر می‌کنم، دستگیر کردم بودن زندان، این 2000 نفر هم دیگه رو زنجیر کرد، بقیه‌اش دیگه نمی‌دونم چی شده. لسته‌ای داریم این آقای روحانی هم اومده اینجا، این بدبخت تو سری خونه بیچاره، این آدمی که دارای هیچ گونه اجازه ای نیست. آقا ما این کشورمون تو این صد چند ساله یه لحظات روشنی داشته، وقتی احمد قوام سلطنه با هیئتش راه افتاد به دیدار استالین، همه دنیا پذیرفته بود که ایران دارای دموکراسی است و نخست وزیر ایران که رئیس قوه مجریه است و تصمیم گیرنده برای کشور هست حرکت کرد.
هم دنیا او رو جدی گرفت، هم استالین. این مردک شیخک آمده اینجا میگه تو هیچ عرضه داری کاری بکنی؟ این شروع میکنه مغلطه کردن، هی میگه رهبر معظمم اینه فر بودن مثل نوکر علی خامنی. اینا کی هستن؟ اینا داستانشون چیه؟ شما من نمیدونم واقعا این برای چی میان سازمان ملل میان اینجا به ما شعار بدن و برن. کسی که از خودش هیچ اتوریته نداره، هیچ قدرت تصمیم گیری نداره، برای یه کار کوچک باید بره 4 بار نماز کنه و علی خامنه ای و دستور بگیره، میاد سازمان ملل از طرف کی میاد؟ خود علی بیاد که خوبه، که علی که بهتره، علی بیاد اقلا میگه آقا علی خامنه چی کار میخوای بکنی؟ تو دیکتاتور ایران هستی؟ 20,000 تا چاوکش هم تو رو موقع محافظت میکنه. مطلب چیه این داستانه؟ نمیدونم چی اتمی و فلانی حرفا. چه جلسه ای؟ چه مذاکره ای؟ آقا مذاکره چی؟ کدوم مذاکره؟ در 12 سال سر کار گذاشتن و ایران این همه صدمات رو زدن، کدوم مذاکره؟ اساسا آخوند جماعت معتقد به این نیست که با کفار هم باید مذاکره کرد. کفار رو با سرشون برید، خودتو تحمیل کرد، حالا زورشون نمیرسه، اسمی گذاشتن مذاکره. شما فکر کنید آخوندها بزرگترین قدرت جهان بودن علی الاطلاق، یعنی اون چه نیروی هیدروژنی و بمبای اتمی و پلوتونیومی و اینا دست اینا بود، هیچ کی دیگه هیچی نداشت. فکر میکنید چیکار میکرده؟ به خدا سوگن یک یهودی زنده نمیذاشتن، یک مسیحی زنده نمیذاشتن مگر مسلمون بشه، یک هندو زنده نمیذاشتن. اینها شما فکر نکنید اینا داعش بهتره، همشون یه جورن. از ابتدای کار که دوران طلایی صدر اسلام بوده، آدم کش بودند و مال مردم خور بودند تا به امروز. یکیشون اهل کار نبود. آقا یه برادر افغانی هست اسمش نمیدونم یادم رفت، یه زنگ میزد به من بیا با هم مناظره کنیم. آقا من چه مناظره با تو بکنم؟ پدر جان تو اهل نقلی، آدمی که اهل نقله و اهل عقل نیست که نمیشه باش مناظره کنه، هی نقل میکنه، هیچ دلیلی هم برای حرفاش نداره. آخرش هم میگه که خب تو کافری دیگه، تموم شد. اینا خیال میکنن چیزهای منقول معقول هم هست. شما بیا برای این سوره الانفال رو برای توضیح بده آقا برای مردم. چه مناظره من بکنم با جناب عالی؟ رفتم فیلماشو ببینم وقتی دعوت کردن اینها، چندین بارم زنگ زدم دیدم آقا اصلا پا به جای باریک میرسه به فحاشی های رکیک و اینها. با یکی از این اهل تسنن صحبت میکرد، مرد محترمی بود البته، اینا کارشون به فحش کشید و اینا. آقا شما که میفرمایید دختر ابوبکر صدیق سیغه میداد، اونم یه زن بزرگی، خواهر عایشه ام المؤمنین، زن همسر مادر عبدالله ابن زبیر، سیغه میداد صبح تا شب تو مدینه. خب این جز فحاشی، این که تحقیق در تاریخ نیست، این که تحری حقیقت نیست، که شما دارید حرفای میزنید از تعصبتون اومده بیرون. زوب در ولایتید، اما من چه مناظری با شما بکنم؟ صحباتی که میکنم مالی که 2 سال پیش بردیرم ایسی تو فیسبوکی ما گذاشتن. کسی که میگوید عایشه جز اهل بیت حساب نیست، آقا ایچه مناظره. خیلی خوب، داستان ما از این چیزا گذشته است. کتابی که در دست من هست شرح جنگ های حضرت پیغمبر. این مهرهای ستون هر پشت هر آدمی رو تکون می دیگم. پیغمبر جنگ هم باید بکنه. مولانا فرمود گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ دعوت و پیغمبر از این دعوت بکنه.
با این خودش اگر کسی قبول نکرد نکرد دیگه، نه کسی خودستان ببرد و شمشیر رو نمیزنم قمه و اینا نصف شب و روز و این دعوت کنه و اصلا این داستان هجوم و حمله و کشتار رو بذاره سیاست اصلیش، رویه اصلی سیاستش بشه. این خودش احتیاج پیغمبری نداره که، احتیاج الله ملله نداره، با شمشیر میری جلو. ادعای پیغمبری ضرورتی کار نیست که، ادعای پیغمبری زمانی است که سخنت به وجهی روحانی باشد که مردم بپذیرند و اونقدر مستدل باشد که کسی نتواند اون را رد کند. گویا که پیغمبری از بن کلاهبرداریه، پیغمبری وجود نداره. یه کسی میگه من آسمونا بودم، خدا منو فرستاده. تو کی هستی که خدا تو رو فرستاده؟ چرا تو رو فرستاده؟ چرا حالا فرستاده؟ اسمش از مغازی. خوشبختانه چون نویسندگان این کتاب خیال میکردن چیز برحق نیست، همه حقایق رو نوشتن. پر است از این داستانها. من میخونم برای شما عناوین اینا رو. بله، تمام جنگ نمیدونم بدر اولا و جنگ فلان و جنگ نخله و بدر القتال و عرض کنم که تا اسیر شدن مشرکان و عرض کنم که مسلمانانی که شهید شدن و در مجموع بله قتل ابن اشرف صفحه 133 مثل به عنوان مثال هر کسیم با ایشون کوچکترین مخالفتی داشت میفرستاد و میکشتن. این دیگه چیزیست که شما میدونید. قتل ابن الاشرف، قتل او در ماه ربیع الاول و آغاز 25 ماه 18 صورت گرفت. عبدالحمید ابن جعفر از یزید ابن رومان از جابر ابن عبدالله برای نقل کردن و همه اونها در این همعقیده بودند که ابن اشرف شاعر بود و پیامبر و اصحاب را هجم میکرد و در شعر خود کافران قریش را علیه مسلم و مسلمانان برمی انگیخت. هنگامی که پیامبر به مدینه آمدند، مردم مدینه مخلوطی از گروه های مختلف بودند. برخی مسلمان بودند که دعوت اسلام اونها را گرد هم جمع کرده بود، گروهی هم اهل سلاح و حصار بودند و برخی هم پیمان با قبیله های اوس و خزرج. پیامبر چون مدینه آمد خواست میان همه را اصلاح فرماید و با همه پیمان دوستی ببندد و در این حال گاهی مسلمانانی بودند که پدران ایشان کافر بودند. مشتکان و یهودیان مکه پیامبر و اصحاب اون حضرت را آزار میدادند و خداوند متعال پیامبر خود و مسلمانان را فرمان شکیبایی و گذشت از ایشان میداد و تا آیه فلان نازل شد. خب از جا میگذاریم. خیلی خوب، حالا میگوید که این ابن اشرف شعر میگفت، نه شمشیر دست گرفته بود، نه چاقوکش بود، چهار تا شعر گفته بود. خب چون زید ابن حارثه برای مژده از بدر آمد و خبر کشته شدگان را آورد و ابن اشرف اسیر شد، خار زبون شد و به قوم خود گفت وای بر شما، به خدا سوگند امروز زیر زمین برای شما بهتر است از روی آن. اینها که کشته و اسیر شدند سران و بزرگان مردم بودند و حالا شما چه خیال دارید؟ اونها گفتند تا زنده هستیم با محمد دشمنی می‌ورزیم. ابن اشرف گفت چه ارزشی دارید؟ او خیشان خود را لگد کوب کرد و از میان برد. می‌دونی ایدئولوژی کسی که ایدئولوگ شد دیگه قوم و کشی حرفا مطلبی نیست، ممکنه مادر خودش هم سر ببره چون ذوب در ایده خودشه. ولی من پیش قریش میروم و اونها را برمیانگیزم و چنین و چنان و صحبت کرده که البته طبری با مادر خطاب یک شعرش اینجا آوردن در اینجا شعری که این ابن اشرف گفته. خب بعد یک برادر رضایی داشته این
پیغمبر علیه صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که من چند نفر میخوام برن کلک این آقا رو بکنن. یه برادر رضایی داشته میگوید من قربان وقتی برم اونجا در بزنم این از بخواد درواز کنه من باید دروغ بگم. دروغ بگم او اشکال نداره، دروغ بگم اشکال نداره چون در راه الله و یه حفاظ اشکال نداره. اینها رفتن اونجا و حالا من کوتاه میکنم، اینا به بهانه و با هزار کلک و حقه و اینا رفتن اونجا، به راه افتادن تا به محله ابن اشرف رسیدن. چون کنار خانه او رسیدن ابو نائله او را صدا زد. ابن اشرف تازه عروسی کرده بود. چون برخاست زنش گوشه لباس او را گرفت و گفت کجا می روی؟ تو مردی هستی در حال جنگ و کسی مثل تو در این ساعت از خانه بیرون نمی رود. گفت با آنها قرار دارم، به علاوه او برادرم ابو نائله است. ببینید خیانت و نامردی رو ببینید. گفت پدری رو چه من میرم برادرم داره در میزنه. برادر رضایش بود البته، ولی برادر بود. یعنی هم در این داستان نامردی هست، تروریسم هست، دروغ هست، جنایت هم هست. گفت من میرم برادرمه، برادرم ابو نائله اگر میدانست خوابم بیدارم نمی کرد. یعنی این برادر انقدر در حق من محبت داره میدونست من خوابیدم من بیدار نمی کرد. و با دست خود جامعش را گرفت و گفت اگر جوان مرد را برای نیزه زدن هم بخوانند می رود. اونگاه پیش ایشان آمد و درودشان گفت و ساعتی نشستند و گفتگو کردند به طوری که با آنها انس گرفت. سپس آنها گفتند آیا موافقی که به شرع العجوز برویم و باقی شب را به گفتگو بگذرانیم؟ گوید بیرون آمدن و به طرف بله شرع العجوز به راه افتادن. ابو نائله دست خود را وارد موهای سر کعب کرد و گفت خوش به حالت، این عطر تو چقدر خوشبوست. وقت ما تمام شده، بعدم میگرفت و بو میکرد سر برادرشو، چه بوی خوشی. تا رسیدن وسط درخت ها یه موهای سرش گرفت و کشید و گفت بزنید. داستان ترور که عرض کردم اونجا بزرگتر محل ترور بوده. دروغ عرض نمی کنم خدمتتون، کار اسلام با ترور و آدم کشی و گرفتن اموال و زنان و اسبان و خلاصه مال دنیا بوده، همه چیزش دنیوی است، معنویت ما درش نمی بینه. بنده نیدم معنویت، اون روحانیتی که تعلیمات زرتشت رو احاطه کرده، اون طریق راستی و درستی و خردمندی که پیشنهاد میکند، یا اون عمق انسانی که در تعلیمات بودا هست، یا اون فهوای انسانی سخنان مسیح. حتی ما آدم دینی نیستم، سعی میکنم به حق اون چی به نظرم میرسد صادقانه بگم، اما در اسلام نیست چیزی این چنین. فهوای خشن و متجاوزی دارد این سخنان. و انگیزه اصلی حرکتش به این سو و اون سو هم فقط سرقت بوده، فقط. کسانی که حاضر بودن برای خدا شمشیر بزنن شاید 5 نفر نبودن در کل این سپاهی که آمده بود. وقت ما تمام شد همتن، این سخن پایان ندارد ای جواب، خط کن الله اعلم برشا. تا برنامه دیگر با سپاس از کامران و سپه و شما همتنان عزیز، شما رو به خداوند بزرگ و پاک ایران زمین می‌سپارم. روز بر شما جاودانی ایران زمین زنده باد آزادی.